وقت بخیر به شما دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و ما رو با یک کلیپ دیگه همراهی کنید. ما پس از استفاده از سرویس بهداشتی با حساسیت دستامون رو میشوریم، اما بسیاری از ما نمیدونیم ممکنه برخی وسایلمون سرشار از میکروب ها و باکتری ها باشن. در واقع اگرچه همه ما تا حد امکان سعی میکنیم به تمیز کردن خانه خودمون اهمیت بدیم، اما گاهی متوجه نیستیم چیزهایی وجود دارن که ممکنه حتی از دستشویی هم کثیف‌تر باشن و چون ما نمیدونیم که اونا چقدر آلوده هستن اونها رو تمیز نمی‌کنیم. در ادامه این کلیپ ما 8 وسیله پرکاربرد در خانه که از دستشویی کثیف‌تر هم به شما معرفی می‌کنیم. تلفن همراه. حتی اگه تلفن همراهتون رو با خود به دستشویی نبرید، باز هم سرشار از باکتری های موجود در دستاتون و سطوحیه که در مجاورت اونها قرار داشته. تمیز کردن تلفن همراه کار ساده ایه. برای این کار فقط به الکل، آب مقطر و یک پارچه میکروفیبر بدون پرز نیاز دارید. در هنگام تمیز کردن از نظافت هندزفری و سایر وسایل تلفن همراه غافل نشید. کنترل و صفحه کلید وسایل مختلف مثل کیبورد. چند بار در روز صفحه کلید یا کنترل تلویزیون خودتون رو تمیز میکنید؟ اینها هم مثل تلفن همراهتون در بردارنده تمامی میکروب های دسته شما هستن. با داشتن وسایل مخصوص لوازم الکترونیکی دیگه تمیز کردن اینها کار سختی نیست. این روند نظافت باید روزمره انجام بشه. اگه کسی در خانه به ویروس یا عفونتی آلوده باشه، باید دفعات تمیز کردن این لوازم رو افزایش بدیم. دستگیره در. آیا تمام ساکنان خانه پس از استفاده از دستشویی، عطسه کردن یا آماده سازی غذاها به خوبی دستاشون رو میشورن؟ مطمئنن نه. فقط دستگیره در دستشویی آلوده نیست، بلکه تمام دستگیره ها، کلید های برق و سایر دکمه های وسایل الکترونیکی در خانه سرشار از باکتری ها و ویروس ها هستند. فقط دستمال کشیدن این وسیله ها به وسیله گندزده ها میتونه موجب نابودی این آلودگی ها بشه. بهتره برای هر اتاق از یک دستمال جداگانه استفاده کنین و کل دستگیره های خانه رو با یک دستمال تمیز نکنین. تخته آشپزخونه. باکتری های مواد غذایی یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد بیماری ها در خانه هستند. مواد غذایی خام و نشسته، نگهداری نامناسب مواد غذایی و باقی موندن اونها و دماهای بالا میتونه موجب رشد و تکثیر باکتری ها بشه. تخته آشپزخونه یکی از بهترین وسایل آشپزخونه برای تجمع باکتری هاست، زیرا شیارها و بریدگی های سطح این تخته ها محیطی مناسب برای باکتری های مختلف فراهم میکنه. تخته آشپزخونه را پس از هر بار مصرف باید با آب داغ و شوینده ها بشوریم. همینطور باید برای محصولات گوشتی و سبزیجات از تخته های جداگانه استفاده کنیم. اسکاچ یا اسفنج. بوی نامطبوعی که از اسکاچ احساس میکنین به خاطر وجود باکتری های کولیفورمن که در سطح منافذ اون کمین کردن. وقتی که اسکاچ رو بر روی سطحی میکشین، در واقع در حال پخش کردن لایه‌ای از باکتری ها بر روی اون سطح هستین. قرار دادن اسکاچ برای دقایقی در ماکروویو برای تمیز کردن کامل اون کفایت نمی کنه، بلکه باید اون رو در آب جوش و یک گندزدای قوی قرار بدین تا به خوبی تمیز بشه. همینطور بهتره هر چند هفته اسکاچتون رو عوض کنین و اسکاچ قدیمیتون رو دور بندازین. ظرف غذا و اسباب‌بازی های حیوانات خونگی. بسیاری از افراد به حیوانات خانگیشون به چشم عضوی از خانوادهشون نگاه میکنن و دوست دارن این حیوانات در سلامت کامل قرار داشته باشن. همه ما پس از غذا خوردن در ظروفمون اون رو برای جلوگیری از رشد باکتری ها میشوریم. اما آیا این کار رو برای ظرف غذای حیواناتمون رو انجام میدیم؟ ظرف غذای حیوانات سرشار از باکتری های دهان حیوان و باقی مونده غذاها و هر دفعه نیز به تعداد اون افزوده میشه. بنابراین باید اون رو پس از هر بار مصرف با آب داغ و شوینده بشورید. این امر درباره اسباب بازی های مورد استفاده حیوانات هم صدق میکنه. کیف و کوله پشتی. اغلب اوقات کیف و کوله پشتی ها در کف مغازه ها،
اداره ها کلاس درس یا سرویس بهداشتی قرار داده میشن. حالا به این فکر کنید که این سطوح در معرض چه چیزهای دیگری هم قرار میگیرن. از سوی دیگه دسته و بند کیف و کوله پشتی تمام باکتری های دستمون رو به خودش حمل میکنن. زمانی که کیف یا کوله پشتی رو بر روی میز یا پیشخان آشپزخانه میندازیم، تمام اون میکروب‌ها و باکتری‌ها به سطح اون منتقل میشن. اگه کوله پشتی یا کیفتون قابلیت شستشو داره، حتما اون رو گاهی بشورین. در غیر این صورت میتونین از پارچه و گندزدا برای پاک کردن اونها استفاده کنین. علاوه بر این، کیف و کوله پشتی رو از محل آماده سازی و خوردن غذا دور نگه دارین. امیدوارم که مطلب گفته شده برای شما مفید بوده باشه. اگر مطالب ما را دوست دارین، لایک و سابسکرایب ما فراموشتون نشه.